آیا شما هم جزو اون دسته ای هستین که از مایکروویو استفاده میکنین؟ احتمالا خیلی داریم دارین بله. و خب خیلی تئوری های مختلف وجود داره که بعضی میگن مایکروویو زرر داره، بعضی میگن نداره و من صد درصد میگم zarar داره و خیلی هم اطمینان دارم که zarar داره و تا اونجایی که میتونم پیشنهاد کنم اگر میتونین تا اونجایی که در قدرتتون هست از مایکروویو دوری کنید. ضررهای خیلی زیادی میتونه بزنه من جمله سرطان ها من جمله اثرات این تشعشعاتی که به هر حال اینا تشعشعات دیگه ویو اصلا میتونه خیلی چیزا ضرر بزنه روی چشم روی اعصاب یعنی سیستم عصبی ما روی دستگاه تولید مثل ما یعنی برای تولید مثل و غیره و خیلی از چیزهای دیگر رو میتونه اثر منفی بذاره بخصوص وقتی که شما های پلاستیکی دارین و اونو میذارین غذا رو میذارین توش و میذارین توی مایکروویو این حرارتی که به وجود میاد خیلی از مواد بسیار مسموم بسیار مسمومه توی پلاستیکا رو میگیره و وارد غذا میکنه بگذریم از اینکه وقتی که شما مایکروویو میکنین کل ساختمان مولکولی اون غذا اصلا عوض میشه و تبدیل میشه به یه چیزی از از غذا تبدیل میشه به غیر غذا حالا چی تقریباً, تقریبا سم میشه تحقیقات خیلی زیادی شده در سوئیس یکی از کشورهایی که خیلی تحقیقات کردن راجع به این موضوع و با تحقیقات کردن ثابت کردن که چقدر میتونه استفاده از مایکروویو ضررها و صدمات خیلی زیادی به ما برسونه یکی از تحقیقاتی که یا حالا آزمایشایی که کردن در روسیه چون در امریکا که هیچ وقت کاری نمیکنن فکر نمیکنم در جاهای م... شاید تو چین هم این کارو بکنن یعنی اگه بگن این کار رو انجام بدین احتمالا انجام میدن که دو هزار تا گربه رو گرفتن گربه های بدبخت رو گرفتن به هزار تا از این گربه ها به هر دو اینها غذاهای سالم ترین غذای ارگانیک رو به هر دوشون دادن به هزار تا از اینها غذای معمولی دادن یعنی همینجور غذاهای در آون و غیره و به هزار تا دیگه شون غذاهای ارگانیک خیلی سالم و توی مایکروویو گذاشتن و بعدا به این گربه ها دادن این گربه های بدبخت بیچاره حالا اونا باز اینا خوشبختر بودن اینا بدبختر بودن به خاطر اینکه تمام اون گربه هایی که غذاهای مایکروویو بهشون داده شده بود در عرض 6 ماه همشون از بین رفتن همشون این به هر حال یک آزمایشی یا به هر حال یک تحقیقی یا هر چی اسمش اسمشو بذارین که در روسیه انجام شده و به این نتیجه رسیدن به هر حال اگر هیچ کدوم از این حرف هم درست نباشه فقط ما اگه منطق خودمون رو به کار ببریم میبینیم که یه چیزی که در عرض چند ثانیه دفعه یه غذا رو به یک اون صورت گرم بکنه یه, یه،, یه پاش میلنگه و شاید زیاد چیز جالبی نباشه ممکنه ما به خاطر اینکه میخوایم همه چی راحت باشه سریع باشه و غیره این کار رو انجام بدیم ولی باز برمیگردیم به اون لذت آنی و یا یک بهرهگیری آن آنی و ضررهایی که بعدا پشت سرش میاد چیزایی که میتونه علامت مصرف زیاد مایکروب باشه سرگیجه، حالت تهوع، سردرد، خستگی، اختلال خواب اینا ساین اولیه هستن که میتونه به خاطر اون باشه برحال سعی کنید که به این موضوع یه مقدار توجه بیشتری